خدا رو شکر، الحمدلله، تنکس گاد، بابک زنجانی بدهیاشو داد. بله گفتم، ما اموالش رو تو خارج از کشور رصد کردیم و برگردوندیم به میهن آماده. بله. و تازه گفتن اگه بخوایم او اموالی که از قبل ازش گرفتیم و هم حساب کنیم، تازه بیشتر از بدیهاش داد. خب اینجوری که ما مشغول زنبش میشیم دیگه، اینجوری ما بدهکارش میشیم، تو گردنمونه. لاغل این اضافه هاشو بهش بدیم، گناه داره خود دیگه. اندازه چیزی که ازش طلب داریم بگیریم، بقیهشو بهش بدیم. ما دیگه بیشتر از حقوقمون که نباید بگیریم. ما که نباید دیگه شرمنده بابک بشیم زنجانی، ما که نباید مدیون بابک زنجانی بشیم. اینم زندگی داره، میخواد زندگیشو از صفر شروع کنه، لاغل چیزی ته دستش باشه بره یه نفتی چیزی اندازه 4-5 بشکه نفت داشته. کی لاغره؟ کی لاغر شده؟ اینجا هر کسی هست تو بهتری وضعیت جسمانیه، این شیری که تو باغ وحش مشهده لاغر شده، این لاغر نیست، این اسکینیه. بله، قرار نیست همه توپل و توپر باشن، بعضی ها انتخاب کردن که اسکینی باشن. الان مدم هست من اسکینیم، اسکینی بغلی، اینم اسکینی هست. بله خودش خواست، لایف استایلشه، ما هم بهش احترام گذاشیم، گفت میخوام اسکینی بشم، ما هم دیگه بهش غذا ندهیم. هر وقت احساس کرد اسکینی بودنش کافیه، بهش قضا میدیم. حالا هنوز نیازی پیدا نکرد که بگه کافیه، میخواد اسکینی تر بشه حتی. بله، خواهشن به چیزهای خصوصی بقیه احترام بذارید، لایف استایلش حتی آها نمیداید. گفتن چهره اصیل ایرانی به خاطر عمل جراحی در حال تحریف و از بین رفتنه. خود چیکار میشه کرد؟ آخه این چهره اصیل ایرانی بعضی جاهاش بیش از حد برجسته است، نیاز به اصلاح و بازسازی داره. بله، آن فقط این نیست، زاویه، لب، گونه، اینا هم هست. خود چیکار میشه گرد؟ اصلاح به نیت بهتر شدن خوبه، آهی میشه تعریف. واقعا بد نمیاد، هیچ وقت هیچ کیو از رو ظاهر قضاوت نکنید. من فکر میگم این نون لواش بهترین نونه، سالمترین نونه. ای میگفتن نون لواش چون میدیدمش لاغر و اسکینیه، گفتن حتما این سالمه دیگه، لاغر مونده مثل من تو پوله. نگو الان گفتن بدترین نون نون لواشه، یعنی بیخاصیت، یعنی به درد نمیخوره، جلوی جذب کلسیوم و آهنو میگیره. نشگاه واقعا بد نمیاد، فایده که نداری هیچ، تازه جلوی جذب کلسیوم و آهنم میگیری. تقصیر من که این همه خوردم دیگه نمیخورم، یعنی گفتم تعارف نکن دیگه، نمیخورم دیگه، تو دیگه اصلا قوردنی نیستیم، میرم سنگک میخورم، اونم میخورم، ولی تو نمیخورم. والله نه به نون لواش، نه به نون لواش، نه به نون لواش بیخاصیت. حتی وزیر ارشاد رفت خوزستان، بعد موقع اذان به مال ارشاد خوزستان گفت بلند شو اذان بگو، و اینم اذان گفت. نکنه اینم میخواد به عنوان دستاورد توی رزومه پربارتون ثبت کنید. رزومه چی بود؟ رفتم خوزستان موقع اذان بهش گفتم بلند شو اذان بگو، یعنی از دین و دینداری فقط ادا دروازش بردید، فقط همین، در حد ادایید. چند تا از کارمندهای مخابرات تجهیزات فیبر نوری چند تا شرکت خصوصی رو ابیم بردن، خراب کردن. اگه برعکسش میشد چی میشد؟ مثلا یه شخصی بیا مثلا تجهیزات مخابرات خراب کنه، خب بهش نمیگفتی مثلا این کرم داره یا همینجوری، میگفتید از کجا خط گرفتی، واسه چی خراب کردی، با اسم میدی، بابا به جان خودم من کرم دارم اومدم خراب کردم، اصلا مریضم، سادیست، نمیشه هرچی. نه تو غلط گفت، تو علاوه بر اینایی که داری ایه جا هم خط گرفتی، با اعتراف کنی، اعتراف هم نمیاد. یعنی ایچین تا دنیا رو نابود نکنه، یعنی تا آخرین جاندار رو نابود نکنه، مطمئن بشه دیگه هیچ جانداری نیست، از چینی بازیش دست نمیکشه. میگه سالانه چین 6 میلیون
الاغ و واسه چیزای سنتی میکشه، داروهای سنتی. ای خدا لعنت بکنه، 6 میلیون الاغ از کجا آورده؟ کی سواد؟ یعنی به جای قبرس باید بگن چین پایتخت الاغ. گرچه اینجا الاغ هست ولی به درد چیزای تحقیقاتی نمیخوره. کی سواد درمزی؟ چی کاری الاغ دارید؟ اینا که یه گوشه نشسته بودن بارشونو میبردن، دست بردارید از موجودات زنده. چینی های عویزی ول کنید بابا، رو خودتون امتحان کنید نمونه چینی بالا به جای الاغ خودتون. والا دنیا رو نابود کردید. شهرداری تهران با مدیریت شهردار انقلابی جادی و لودر انقلاب زاکانی باز حماسه آفرید. چیکار کرد؟ تو مترو یه نمایش اجرا کردن که یه داعشی میاد یه خانومه رو خف میکنه، یه خب بکشش نمیشه. کل سالن مترو رفت رو هوا با جیغ و ترس و دلهره. چی میخوای ثابت کنی؟ زاکانی امنیت چی؟ اگه دنبال داعشی و تفکر داعشی باشیم که هست، میبینیم نیاز به نمایش نیست. بله هست تفکر داعشی، نمیخواد هزینه کنی. ما خودمون جلو چشمون این تفکر رو میبینیم، این آدمایی که داعشی صفتن. تو نمیخواد هزینه؟ این هزینه رو بذار واسه چند تای گونی نمک و ماسه برف اومد بریزی کف جاده که با یه چوس برف تهران قفل نشه. بله چند تا لاستیک میخوای؟ 4 تا. واسه چه ماشینی؟ پژو. واسه چند روز؟ یه روز. ها بری باهاش معاینه فنی اوکی کنی. چقدر میشه؟ 1,000,000 واسه یه روز. چی زیاده؟ اصلا بهت نمیدم. به جان خودم همین مغازه بغلی لاستیک پرایدو واسه یه روز 1,000,000 میده. من دارم پژو بهت میدم 1,000,000. یعنی به جان خودم این مغازه بغلیم زیر 1.5 بهت نمیده. بعد میگی من زیاد میگیرم؟ تقصیر منه که به فکرتونم. اصلا بهت نمیدم تا بهت معاینه فنی هم نده. چی فکره با خوده؟ ما اینجا داریم لاستیک اجاره میدیم که کار شما پیش بیاده. شما که توان خرید ندارید. ما هم بهتون اجاره ندیم میخواد چجوری معاینه فنی بگیری؟ ماشین تو با بخوابید تو خونه. این به جای دست در نکنه بشکنه این چیز که نمک نداره. این دست عوضی واقعا خجالت میگیره. رئیس مال گوش گفته دیگه کمترین قیمتی که میتونیم بهتون گوش بدیم 600,000 تومانه. دیگه کمتر از این نمیتونیم بهتون گوش بدیم با این قیمت. دیگه یا میتونید بخورید یا گوشت خود حساب کنید و منت ما رو نکشید. گوشت خود رو نکشید. دو تا گزینه است، یا گوشت ما یا گوشت خودتون. آه گوشت خودمون میدونم دیگه، این تنها گزینه ماست.